جلاد قتل عام و سردشخیم قضایه جلادان ابراهیم رئیسی، قهرمان مبارزه با مجاهدین خمینی و کسانی مثل لاجوردی هستند. اینها کسانی هستند که به هیچ وجه نباید به اینها امام مجال می‌دادند. متاسفانه یک سؤال جدی این است که چطور اینها را از لیست درآوردند. 17,000 نفر خیلی مسئله روشنی هست. جوان امروز منافقین نمی‌شناسن کیان اینا، چون اینا یه اتو کشیده شدن و خیلی هم معرفی نشدن تو اروپا. اتو کشیده خودشون رو که جلوه میدن. 17,000 نفر خیلی هم مسئله روشنی است. خب متاسفانه یک سوال جدی اینه که چطور تروریست هایی که تا دیروز تو لیست سیاه قرار داشتن، هم از ناحیه اروپایی هم از ناحیه امریکایی ها، اینا جزء تروریست ها و لیست سیاه شناخته شدن، چطور به خاطر زد و بند های سیاسی اینا رو از لیست سیاه درآوردن و الان دارن با اینا همکاری میکنن و به اینا پناه دادن؟ ما جریان منافقین رو بشناسیم که امام خوب اینا رو شناختن. خب اینا رو نباید بهشون مجال داد. امام تا زمانی که به قول خودشون کوچکترین احتمالی میدادن که اینا بازگشت کنن و اینها بیان به دامن ملت، نسبت به اینها در واقع لطف داشتند. در واقع قهرمان مبارزه با نفاق امام بزرگوارند و کسانی مثل شهید لاجوردی که خوب جریان نفاق رو شناخت، کسانی مثل شهید کچویی و بسیاری از این عزیزان که خوب شناختن جریان نفاق رو، اینها کسانی هست که به هیچ وجه نباید به اینها امام مجال میدادن و امام خوب اینا رو شناختن و در واقع اونی که میشه گفت تجلیل از مقام امام که جریان نفاق رو و پلیدی نفاق رو خوب شناختن و خوب در این رابطه عمل کردن. و عزیزان بسیاری که در این رابطه چه در سپاه، چه در کمیته ها، چه در دادگاه های انقلاب و چه در بخش های مختلف، انصافا اون چی که در رابطه با مبارزه با منافقین انجام دادن همش در جهت ایجاد امنیت برای مردم و برای جامعه بود. قبلا گفته بودیم که آخوند رئیسی و پاسدار سلیمانی باید به لاجوردی و صیاد شیرازی ضمیمه شوند و چنین خواهد شد. لعنت خدا و خلق بر همه آنها باد و در رأسشون خامنه ای خلیفه ارتجاع. تنها جواب شیخ آتش است و به سردشخیم جلاد آخوند ابراهیم رئیسی، قضائیه جلادان، مقدمتان خونباران. این جنایتکار باید همچون لاجوردی و صیاد شیرازی به خاطر قتل زندانیان کیفر ببیند. بند از بند این رژیم باید گسست و چنین خواهد شد. به ماموران و مزدوران اطلاعات و گشتاپوی دینی در داخل و خارج ایران هشدار می دهیم. تمامی پرونده ها و ارتباطات و وجوه دریافتی آنها برملا خواهد شد. بدون شک در برابر عدالت و قانون قرار می گیرند. دست داشتن در خون مجاهدین و فرزندان رشید این میهن کیفری سخت و سنگین دارد. قبل از سرنگونی رژیم تسلیم اراده خلق شوید. از جنایت‌ها و پلیدی‌های خود در خدمت این رژیم علیه مقاومت و انقلاب نوین مردم ایران دست بشویید. از سرنوشت ساواکی‌های شاه عبرت بگیرید. گمان نکنید که با هفت خطی و هفت رنگی میتوان از کیفر جنایت و شقاوت در امان ماند. و پیام به خلق اسیر و مردم دردمند و روندگان راه شهیدان، از 30 خرداد سال 60 تا قیام آبان، و
به ارتش بیکاران و گرسنگان. چشم انداز سرنگونی و آزادی روشن‌تر و درخشان‌تر می‌شود. اما باید قیمت بدهیم. کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما. ملت ایران سرنوشت را با رنج و خون فرزندان رشیدش می‌نویسد. به کمک کانون‌ها و جوانان شورشگر بشتابید. تهاجم به حوزه جهل و جنایت خمینی ملعون. مشهد، چهارشنبه 14 خرداد 99. کانون شورشی 185. تهاجم به بنیاد غارت و فساد ولایت فقیه. اصفهان، چهارشنبه 14 خرداد 99. کانون شورشی 740.
بیش از 49,000 نفر. آمار جانگداز قربانیان کرونا در 325 شهر. اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت. نارضایتی اطلاعات سپاه از وزارت اطلاعات در مورد بزرگترین تهدید و کاریزمای مجاهدین. کنار رفتن پرده در جنگ گرگ‌ها در پی تمام سوز شدن شماری از مزدوران رسوا. حراس ولی فقیه ارتجاع از شورش علیه وضع موجود. جبهه وسیع دشمن دائم فکر می کنند که ضربه ها بزنند، هم در زمینه های سخت افزاری و هم در زمینه های نرم افزاری. اعتراف به فسیل شدن مهره های نظام. داشتیم افرادی که بعد از مدتی تبدیل به فسیل هایی شدند و دگرگون شدند. زمین سازی خامنه‌ای برای دولت جوان حزب اللهی. شرط مقابله با دشمن استفاده از نیروی جوان نظام است. طلبکاری آخوندی حقوق بشر از آمریکا، سرپوش شکنجه و کشتار جوانان در داخل ایران در قیام آبان. که تشکیل شد ایشون جوانهای 20 ساله رو در رأس سپاه باستان پذیرفتن که اینا جوانهایی که حد اکثر 30 مثلا سنشون بود، اینا در رأس سپاه باستان فرماندهان لشکرها، فرماندهان کل، اینا همه جوانهایی بودن که کارهای بزرگ به اینها سپرده شده بود. اینی که حالا ما امروز حالا بحث جوانگرایی رو زیاد مطرح میکنیم، بعضی ها تصور میکنن که جوانگرایی یعنی پیران رو به کلی انسان از حوزه خارج کنه. نه، امام مطلقا نظرش این نبود. ایشون در مثلا فرض کنید که همون وقتی که حالا این حقیر رو که نسبتا اون وقت خیلی پیر نبودم به امامت جمعه تهران منصوب کردن، همون وقت مرحوم آقای شهید اشرفی رو مثلا مرد 80 ساله به امامت جماعت جمعه کرمانشاه، یا مرحوم دستقی و مرحوم شهید اذکرم که شهدای گوناگونی که در شهدای محراب که به شهادت رسیدن، اینها رو ایشون منصوب کردن. اینا همه مردانی بودن در حدود سنین 60 و 70 و اینها. ما کسانی رو که اینها افراد انقلابی و علاقمند و اینها بودن، منتها چون پایه‌های فکریشون پایه‌های محکمی نبود، بعد از اینکه حالا مدتی گذشت از سنین جوانی مثلا یه مقداری عبور کردن، تبدیل شدن به همون فسیل هایی که اصلا انقلاب علیه اون فسیل ها بود. یعنی انقلاب اسلامی در واقع یه عده فسیل های کجرو رو کنار زد. بعضی جوان های انقلابی دیروز هم بعد از آنی که وارد مرحله های گوناگون زندگی و عبور از سالهای جوانی شدن، در واقع نزدیک شدن، حالا یا بعضی ها نزدیک شدن بعضی ها تبدیل شدن و چیزی شبیه اون بزرگ مخالف مخالفت میکنه. امروز با حضور فضای مجازی نوع مخالفت ها هم غالبا نوع برخورد کننده و تیز و آزاردهنده است. اگر چنانچه حرکت مهم صحیح متقن محاسبه شده ای انجام میگیره، باید ملاحظه اینها رو نکنن. ملاحظه دشمن خارجی رو هم نباید بکنن. دشمن خارجی اگر چنانچه یک جبهه وسیعی از دشمن وجود دارد که هر گونه حرکتی رو که در کشور بخواد به سمت صلاح انجام بگیره، اینا این جبهه وسیع دارن نشستن، دارن دائم فکر میکنن که ضربه ها بزنن، هم از در زمینه های سخت افزاری هم در زمینه های نرم افزاری. نرم افزاریشون همین است که تصمیم های مهم و درست و منطقی رو که در کشور گرفته میشه اینا زیر سوال ببرن. باید از اینها نترسید، باید حرکت کرد. و به نظر من راهش هم این است که نیروهای جوان
حضور داشته باشن. اونی که ملاحظه نمی کنه و نمی ترسه و بدون ملاحظه حرکت می کنه اون نیروی جوانه. حوض که شما امروز روز وضع آمریکا رو وضع آشفته آمریکا رو دارید مشاهده می کنید، اون چه که امروز در شهرهای آمریکا و ایالتهای آمریکا مشاهده میشه، این یک بروز یک واقعیاتی است که همیشه پنهان نگه داشته میشد. چیزای جدیدی اینا نیست، اینا بروز واقعیت هاست که اون لجن ته حوض میاد بالا خودشو نشان میده. افسار گسیختگی رژیم علیه مسعود رجوی به موازات مجلس انقباضی و دولت حزب اللهی در بحران سرنگونی. مهمترین اتفاق در تاریخ سازمان مجاهدین قطعاً مسعود رجوی است. او تنها عضو زنده هسته مرکزی سازمان مجاهدین خلق است. از همان اول معلوم بود مجاهدین میانه خوبی با جمهوری اسلامی ندارند. آنها به قانون اساسی رأی ندادند، موضوعی که باعث شد خمینی اجازه ندهد مسعود رجوی در انتخابات ریاست جمهوری وارد رقابت ها شود. در ماجرایی که به اعدام های گسترده سال 67 آن را تعبیر می کنند، از خمینی چهره دیگری را می بینیم. خمینی در دستوری قاطع محارب بودن مجاهدین را اعلام کرد و دستور اعدام زندانی هایی که از وابستگیشان پشیمان نبودند را صادر کرد. بر اساس آمار رسمی آنها تا امروز چیزی حدود 17,000 را به قتل رساندند. اما مهمترین اتفاق در تاریخ سازمان مجاهدین قطعاً مسعود رجوی که تنها عضو زنده هستی مرکزی سازمان مجاهدین خلق. پیروزی انقلاب اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق یک فرصت مناسب بود، چون در آستانه سرنگونی شاه مسعود رجوی از زندان آزاد شد و برای حیات دوباره تشکیلاتیش شروع به فعالیت کرد. ما بدون اینکه در فکر و در خیال برد و باخت باشیم یا کسب عنوان مقام نظرمون رو جلب کرده باشیم، کمان که تنگی مدت لاغن این رو به اثبات رسوندیم که از ابتدای انقلاب هم در پیچین چیزهایی نبودیم، موفقیت نفس این تجربه که همون مشارکت فعال نیروهای انقلابی از این قبیل هست آرزوند. از همون اول معلوم بود این سازمان میونه خوبی با جمهوری اسلامی نداره. مثلا وقتی امام دستور داد همه مردم سلاحهایی رو که از پادگانهای ارتش شاه برده بودن رو برگردونن، سازمان مجاهدین خلق این کار رو نکرد. اونا به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم رأی ندادن، موضوعی که باعث شد تا امام اجازه نده مسعود رجوی در اولین انتخابات ریاست جمهوری وارد رقابت ها بشه. بر اساس آمار رسمی اونا تا امروز چیزی در حدود 17,000 ایرانی رو به قتل رسوندن. رجوی خرداد ماه 65 وارد عراق شد و صدام هم رسما از اون استقبال کرد. بعد از اون اعضای سازمان از ترکیه، پاکستان و کردستان عراق به مقرهای سازمان در عراق فراخوانده شدند. از اون به بعد واحدهای عملیاتی منافقین رسما وارد جنگ با نی شدند. بپیش آتش. اونا نقش مهمی در امنیتی شدن پرونده هسته‌ای ایران داشتند و اولین گروهی بودند که ادعا کردند ایرانی‌ها در مکان‌های مخفی در حال تولید سلاح هسته‌ای هستند. چنان که می‌دونید کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک شورای ملی مقاومت ایران در مرداد و همچنین در مهر ماه امسال سال 81 با انتشار دو گزارش مستند و تکان دهنده که در سطح بین‌المللی توجه زیادی ایجاد کرد، از پروژه های مخفی اتمی و تسلیحات شیمیایی میکروبی رژیم همراه با برنامه توسعه موشکیش پرده برداشت.
امام خمینی تو روزایی که خیلی هنوز صف سازمان مجاهدین رو از مردم جدا نکرده بودن هم اونها رو تایید نمی کرد. من نجف که بودم یه نفر از همین افراد آمد، قبل از این بود که اون منافقین پیدا شن، هر روز آمد اونجا و روزی شاید 2 ساعت آمد صحبت کرد از نهج البلاغه، از قرآن، همه حرفاشم. من یه قدری به نظرم آمد که این وسیله است، نهج البلاغه قرآن وسیله برای مطلب دیگر است، و آمده بود که تأیید بگیرد از من، حتی از آیین خیلی محترم تهران کس کرده بودن که اینها مردم چطور هستن. من باورم نیامدم. با این وجود امام همیشه معتقد بودن حساب بدنه منافقین با سرانشون جداست و باید هر طور شده اونها رو به دامن ملت برگردوند. چرا خودتون را به تباهی میکشید و با اسم استقلال ایران میخواهید ایران را به چنگال گرگهای قدرتمند مبتلا کنید؟ یه قدری تفکر کنید، ملت ما یه قدری در حال این افراد تفکر کند و پدر مادرهای این جوانهای گول خورده، این دخترهای گول خورده، این پسرهای گول خورده تفکر کنند و اونها را هدایت کنند. ما خیر شما را میخواهیم. جمهوری اسلامی خیر دنیا و آخرت شما را میخواهد. جمهوری اسلامی استقلال واقعی شما را میخواهد. البته رفتار امام با منافقین همیشه با همین ملایمت نبوده و مثلا در ماجرایی که منافقین به اعدام‌های گسترده سال 67 تعبیرش میکنن، از امام خمینی چهره دیگه ای رو میبینیم که به 27 تیر ماه 1367 برمیگرده، یعنی روزی که جمهوری اسلامی ایران برای پایان جنگ قطعنامه 598 رو قبول کرد و مسعود رجوی و توی عملیات بزرگ دستور حمله به ایران رو صادر کرد، عملیاتی به نام فروغ جاویدان. عملیات فروغ جاویدان 3 مرداد آغاز شد. منافقین تونستن قصر شیرین، سر پل ذهاب، کرند غرب و اسلام آباد غرب رو اشغال و تخریب کنن. اما نیروهای ارتش و سپاه که از جبهه های جنوب خودشون رو رسونده بودن تونستن جلوشون رو سد کنن. تعداد کشته های منافقین توی اون عملیات قطعا بیشتر از 2000 نفره، اما خود اونها کشته شدن 1304 نفر رو تایید کردن. اونا زخمی هاشون رو 1500 نفر اعلام کرده بودن. اگرچه بیش از 1000 جاودان فروغ رو که هر کدوم عالمی بودند، هر کدوم چه زن و چه مرد، شیراهن کوهی بودند و جواهری و تاریخچه‌ای، اگرچه اینها رو فدا کردیم، اما به وضوح می‌بینم مثل 20 و چند سال گذشته که امروز به نسبت دیروز مجاهدین و ارتش آزادی بخش خیلی خیلی زیادتر شدن. اینجا بود که امام خمینی در دستوری قاطع محارب بودن منافقین رو اعلام کرد و دستور اعدام زندانی هایی که از وابستگیشون به سازمان مجاهدین پشیمون نبودن رو صادر کرد. از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچی میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و
و ضربات ناجوان مردانی آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام باشند، و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری، دامس افاضات و قاضی شرع و جناب آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده از وزارت اطلاعات می باشد. اگرچه احتیاط در اجماع است و همینطور در زندانهای مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد. رحم بر محاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. و سر به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می کنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می نویسن. یه بیرون در روز مردم از جنایت فقط داره چنده شیفه میشه در خاطر مجاهدین خلق اشخاص نیستن. یک تنش فکر و برداشت است، یک نه منطقه و منطقه غلط را باید با منطقه صحیح جواب داد. با کشتن حل نمیشه بلکه تربیت میشه. رضایتی اطلاعات سپاه از مجموعه آقای علوی در مورد بزرگترین تهدید و کاریزمای مجاهدین، کنار رفتن پرده در جنگ گرگ‌ها در پی تمام سوز شدن شماری از مزدوران رسوا. قضایای جلادان در 16 اردیبهشت دستگیری دانشجویان نخبه‌ای را اعلام کرد که گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه گروهک تروریستی منافقین ارتباطاتی با این مجموعه برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد. آنها می‌خواستند در این شرایط یک بلوایی در کشور درست کنند که خوشبختانه با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان و اقدام به موقع آنها این توطئه خونسا شد. از سوی دیگر جنگ گرگ‌ها در مرحله پایانی رژیم ولایت فقیه بالا گرفته و نفس سردمداران نظام در وحشت از قیام و نیروهای محرکه آن بریده است. خامنه‌ای در 28 اردیبهشت به پاسداران و بسیجیان دانشجونما نسبت به جذب جوانان توسط مجاهدین هشدار داد و اینکه نگذارند اعتراض‌ها به اعتراض به نظام بیانجامد. او تأکید کرد یارگیری کنید، حذف نکنید، جذب کنید. البته منظورم جذب مجاهد نیست. یارگیری کنید، حذف نکنید. جبهه انقلاب رو گسترش بدید، جذب کنید. البته منظورم جذب منافق نیست. ولی فقیه ارتجاع علاج مشکلات کشور را دولت جوان حزب اللهی از قماش قاسم سلیمانی دانست که میتواند کشور را از راه‌های دشوار عبور بدهد. دولت جوان، جوان حزب اللهی، جوان مؤمن به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور را از راه‌های دشوار عبور بده. متعاقباً روحانی در روزهای 30 و 31 اردیبهشت به او پاسخ داد برای حفظ نظام و کشور باید 2 یا 3 حزب سیاسی تشکیل داد که به نوبت قدرت را در دست بگیرند و ملاک تنظیم رابطه بین باندهای مختلف قدرت را انتخابات رژیم دانست.
اگر میخواییم این نظام ما بمونه پایدار، باید دو تا سه تا حزب اصلی در کشور درست شن، اینا به تناوب قدرت در دست بگیرن. در چارچوب جنگ گورکا، عملیات پیچیده چند وجهی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات علیه یکدیگر از قبیل بازگرداندن روح الله زم به ایران و اعزام دشخیم حمید نوری به خارج از ایران ادامه دارد. فصل مشترک باندهای غالب و مغلوب حاکمیت همچون همیشه خصومت خونین و دیوانوار با مجاهدین و مقاومت ایران است. در نهم خرداد سایت حوزوی رهیافته نارضایتی اطلاعات سپاه را از مجموعه آقای علوی وزیر اطلاعات در مورد بزرگترین تهدید و کاریزمای شوم التقاط منعکس کرد و نوشت مقام معظم رهبری با ژرف‌اندیشی خاصی که دارند پیاپی خطر نفاق و گروهک منافقین را گوشزد می کنند. ایشان پس از قائله بهمن 96 به روشنی گفتند که پیاده نظام این قائله منافقین بودند. پس از قائله آبان 98 تأکید کردند در یک کشور خبیث آلبانی عده‌ای ایرانی وطن فروش جمع شدند و نقشه فتنه بنزین را ریختند و اکنون نیز رهبری با صراحتی بیش از همیشه نسبت به سربازگیری گسترده این دشمن خطرناک از جامعه جوان کشور هشدار می‌دهند. سایت مزبور با امضای دکتر ه تابش که به اغلب احتمال دکترای خود را در رشته شکنجه و تروریسم از سپاه پاسداران گرفته است خاطر نشان کرده است آخر مگر نمی بینیم که چگونه مسعود رجوی پیاپی خطاب به جوانان پیام می دهد از قرآن و نهج البلاغه گزیده می آورد و به قول خودش آموزش های ایدئولوژیک به نسل جوان می دهد اما به آموزش هایش نگاه کنید از تمامی آنها بوی باروت به مشام می رسد از لابلای سطور فریبنده تفسیر قرآنش قبضه های کلاشینکوف دیده می شود. سپس می پرسد هرچند نیروهای جان بر کف نظام با همت و تلاش به مقابله با این سرانگشتان نفاق از جان خود مایه می گذارند اما آیا این کافی است؟ اینکه مجموعه آقای علوی وزیر محترم اطلاعات با کارهای شبان روزی خود برخی توابین منافقین مانند سلطانی، خدابنده، عزتی، حسینی، یغمایی، کریمدادی، مصداقی، پور حسین و غیره را استخدام کرده با انرژی گذاری کلان و البته تأمین مالی توابین را به رویاروی روانی با خود منافقین می کشاند بسیار عالی است. اما آیا کافی است؟ اینکه آقای اسماعیلی خبر دستگیری دو دانشجوی نخبه منافق صنعتی شریف را اعلام می کند بسیار قابل قدردانی است اما کافی است؟ کافی نیست به همان علت که در نهایت خود مقام معظم رهبری زنگهای خطر اندیشه التقاطی را به صدا درآوردند. کافی نیست چون در کف جامعه می بینیم که چطور جوانان ما در ابعاد هزار هزار در طور شوم کاریزمای رجوی گرفتار شده از یک دانشجوی درس خوان تبدیل به یک تخریبگر با مالی خولیای سلاح و بم می شوند. این به روشنی زمین سازی برای اعدام ها و دست به کار شدن دیپلمات تروریست ها در عملیات تروریستی بعدی مشابه ویلپنت و آلبانیست. اسم بردن از برخی مزدوران شامل خدابنده و مصداقی و یغمایی نیست حاکی از تمام سوز شدن آنان در برنامه‌های ارتباط مستقیم در سیمای آزادی و بیانیه زندانیان سیاسی از بند رسته در مورد ایرج مصداقی است که مزدوران را به سکه یک پول و برگ سوخته تبدیل کرده است از این رو از خشم و کین به خود می‌پیچند و به نحو احمقانه ای با مطرح کردن اینکه رژیم به کمک مجاهدین آمده و برای آنها دست گل فرستاده است و یا اینکه کار خودشان است بیهوده میکوشند آب رفته را به جوی برگردانند. لجن پراکنی مصداقی علیه آقای مهدی صامع نیز دردی را دوا نمی کند و تازگی ندارد
و از خرداد 1395 با شرکت یک شکنجهگر ساواک به نام پرویز معتمد جریان داشته است. همچنان که در بیانیه 407 زندانی سیاسی آمده است، توهین به کلیه ارزش‌های مقاومت مردم ایران از شهیدان و زندگان فقط برازنده اعوان و انصار رژیم آخوندی و در راستای اهداف وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و مزدوری برای آن است. شورای ملی مقاومت، کمیسیون امنیت و ضد تروریسم، 13 خرداد 99. نامه کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، ضرورت تشکیل کمیته تحقیق ملل متحد برای بازدید از زندانهای ایران و آزادی زندانیان به ویژه دو دانشجوی نخبه و 18 دستگیر شده اخیر. بسیاری از زندانیان در زندانهای ایران به خاطر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و عده‌ای از زندانیان دست به شورش زدند. کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، طی نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت: اخیراً دستگاه قضایی ایران از دستگیری دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، امیر حسین مرادی و علی یونسی خبر داد که از 26 روز پیشتر بازداشت شده بودند. اسامی و جزئیات 18 نفر دیگر نیز که دستگیر شده بودند اما دستگیریشان توسط رژیم مخفی شده بود توسط اپوزیسیون ایران اعلام شد. در پاندمی کرونا زندانیان ایران از فقدان مراقبت‌های پزشکی و شرایط بهداشتی به شدت رنج می‌برند. تا کنون بسیاری از زندانیان در زندان‌های ایران به خاطر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و عده‌ای نیز که شورش کرده و از زندان فرار کردند تا از ویروس جان به در ببرند دوباره دستگیر شده و به طرز وحشیانه‌ای اعدام شدند. در ادامه این نامه که توسط دکتر آلخو ویدال کوادراس و همچنین توسط سفیر جولیو ترتزی وزیر خارجه ایتالیا تا سال 2013 و استرون استیونسون نماینده پارلمان اروپا تا سال 2014 نیز امضا شده آمده است، کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت شامل بسیاری از نمایندگان منتخب پارلمان، مقامات ارشد سابق و سایر مقامات عالی رتبه که علاقمند به هدف ارتقاء حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، صلح و ثبات در ایران هستند، از شما می‌خواهد فوراً درباره وضعیت نگران کننده زندانیان و آنانی که در حال حاضر در ایران دستگیر می‌شوند دست به اقدام فوری بزنید. ضروری است که ملل متحد و کشورهای عضو آن هیئت‌های بین‌المللی را برای بازدید از زندان‌های ایران و دیدار با زندانیان سیاسی و زندانیانی که اخیراً دستگیر شده‌اند به ویژه زنان اعزام نمایند. به این منظور از شما به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می‌خواهیم دست به اقدام ضروری و فوری بزنید. آمار قربانیان کرونا در 325 شهر بیش از 49 هزار نفر است. به گزارش دانشگاه علوم پزشکی، آمار بستری‌های کرمانشاه در روز گذشته 3/4 بستری‌های تهران 14 میلیونی بوده است. خانم رجوی با هشدار نسبت به وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان ارومیه، مجدداً خواستار اقدام دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط بین‌المللی برای مقابله با فاجعه انسانی در زندان‌های رژیم شد. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر چهارشنبه 14 خرداد 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 325 شهر ایران از 49 هزار نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان غربی به 1345 نفر، در اصفهان
به 2545 نفر، در خوزستان به 3780 نفر، در زنجان به 520 نفر، در سیستان و بلوچستان به 1580 نفر، در کرمانشاه به 1140 نفر و در لرستان به 1585 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت آخوندها امروز در آمار مهندسی شدهش از 70 جان باخته و 3134 مبتلای جدید به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت استانهای هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قزوین و خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند. در تهران، زالی رئیس ستاد کرونا اعلام کرد در شبانه روز گذشته 261 بیمار مبتلا به کرونا در بخش‌های عادی بیمارستانی و 73 بیمار مبتلا به کرونا با شرایط حاد در بخش‌های ویژه بستری شده‌اند. در کرمانشاه آمار مبتلایان و بستری شدگان تکان دهنده است. رئیس کمیته اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت روزانه آمار بیماری بستری شده مبتلا به کرونا در استان از مرز 200 نفر می‌گذرد. آمار بستری‌های روز گذشته 243 نفر بوده است. این آمار تقریباً 3/4 آمار بیماران بستری شده در تهران 14 میلیونی بر اساس آمار حکومتی است. در خوزستان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از 658 مورد ابتلای جدید و جان باختن 16 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داد. همچنین رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان 63 مبتلای جدید و 5 جان باخته در 24 ساعت گذشته را گزارش کرد. سرپرست دانشکده علوم پزشکی شوشتر گفت هفته گذشته بیشترین موارد بستری در شوشتر را داشتیم. انتظار می رود تا آخر خرداد ماه مجدداً روند شیوع کرونا افزایشی باشد. در هرمزگان رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت در شهرهایی مثل بندرعباس به دنبال استفاده از هتل‌ها برای قرنطینه افراد مبتلا هستیم. بندرعباس و میناب از سوی ستاد کشوری کرونا دارای وضعیت قرمز اعلام شدند و از نظر ما رودان و قشم نیز قرمز هستند و شهرستان‌های حاجی آباد و بندر خمیر نیز در حال بررسی اعلام وضعیت قرمز هستند. تا کنون 123 نفر از کادر درمانی و بهداشتی استان نیز به کرونا مبتلا شده اند. در فارس معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت با یک افزایش ناگهانی شیوع ویروس مواجه هستیم و استان فارس در حال حاضر به مرحله هشدار رسیده است. در بوشهر معاون استاندار گفت امروز در میزان شیوع رکورد زده ایم و در صورت ادامه این روند پیشبینی زدن رکوردهای بدتر و بالاتر را داریم. در سیستان و بلوچستان فرماندار ایران شهر اعلام کرد گسترش زنجیره انتقال ویروس کرونا باعث شد تا بازار این شهرستان از امروز چهارشنبه به مدت 10 روز تعطیل شود. در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در آذربایجان غربی به 6057 نفر افزایش پیدا کرد. آمار یک هفته اخیر نشان می‌دهد تعداد افراد بستری مراکز درمانی و فوتی‌ها بر اثر بیماری کرونا در استان افزایش یافته است. خبرگزاری صدا و سیمای رژیم امروز گزارش داد زنگ خطر موج دوم کرونا در آذربایجان غربی به صدا درآمد. نمودار سعودی مبتلایان به کرونا در مهاباد نگران کننده است. در همین حال از هفته گذشته شمار زیادی از زندانیان در تمامی بندهای زندان مرکزی ارومیه با علائم جدی ابتلا به کرونا مانند تب و لرز، خشکی گلو، از بین رفتن حس چشایی و بویایی و درد بدن مواجه شدند. بی‌توجهی زندانبانان باعث سرایت بیماری به عموم زندانیان شده است. پس از اعتراض‌های مکرر زندانیان، شماری از بیماران وخیم را مورد تست کرونا قرار دادند.
که نتیجه مثبت بود و برخی را به بیمارستان منتقل کردند. زندانیان ارومیه از حداقل مواد بهداشتی مانند صابون و مواد ضد عفونی کننده محروم هستند. این مواد با قیمت بسیار به زندانیان فروخته می شود، در حالی که اغلب توان خرید ندارند. خانم مریم رجوی روند فزاینده شیوع دوباره کرونا در سراسر کشور را نتیجه مستقیم سیاست‌های جنایتکارانه رژیم آخوندی علیه بشریت دانست و گفت خامنه‌ای و روحانی نخستین مسئولان جانباختن هموطنانمان در چنین ابعادی هستند. خانم رجوی با هشدار نسبت به وضعیت زندان‌های ایران مجدداً خواستار اقدام دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و دیگر ارگان‌های ذی‌ربط بین‌المللی برای مقابله با فاجعه انسانی در زندان‌های رژیم شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 14 خرداد 1399 شیوع فاجعه بار کرونا در خوزستان. معاون پژوهشی دانشکده بهداشت جونی شاپور: افزایش بیش از 17 برابری مبتلایان و افزایش شمار جانباختگان. آمار بیماران جدید از 35 مورد در روز به 500-600 مورد رسیده. افزایش هم در موارد بستری داریم و هم در مرگ و میر. آماری که می‌بینیم نوک کوه یخ است. ما الان در رابطه با وضعیت استان خودمون اگر بخوایم بگیم، تقریبا بیش از یک ماه که آمارمون به شدت افزایشی شده. بله. و ما برای مدت شاید 4-5 هفته متوسط روزانمون هلوش 35 نفر در یک روز بود، 35 بیمار جدید. ولی الان دارید میبینید آمار به 500-600 و حتی بالاتر رسیده. بله. یعنی چند درصد افزایش. از طرفی آمار موارد بستریمون هم افزایش پیدا کرده. ولی الان توی 4-5 هفته اخیر موارد بستری متاسفانه افزایش پیدا کرده که باعث شده ظرفیت خیلی از بیمارستان‌ها نزدیک به پر شدن برسه. متاسفانه در یک ماه اخیر حداقل آمار خیلی افزایشی شده و روند رو کامل شما میتونید مشاهده بکنید. بله. از شبت به خاطر که بهتر این روند دیده بشه، ما به شکل هفتگی این رو رسم کردیم. دقیقا از هفته اول که با 16 نفر در هفته بوده، شما اگر این روند رو پیگیری کنید میبینید تمام هفته ها افزایش مورد داشتیم و هیچ زمانی نبوده که ما تعداد مواردمون ثابت بشه یا حتی کاهش بشه. بله. کاهش داشته باشه. و این روند در 3 هفته اخیر متاسفانه خیلی افزایش شدید داشته. بنابراین میزان واقعی آلودگی در جامعه خیلی بیشتر از اون چیزی که ما داریم میبینیم و این خطر بعضی میگن ضریب ضرب در چورش بکنیم، بعضی میگن ضرب در دهش بکنیم. آقای دکتر، حالا آمار اپیدمیولوژی چی میگه؟ آقای دکتر از لحاظ علمی چی میگه؟ بله، طیف شدت بیماری و عفونت متفاوته. حداقل 35 درصد موارد در واقع ساب کلینیکال یا بدون علامت رو بله دیدن، توی مقالات گزارش دادن که خیلی بیشتر از این معتقدن. بله. اینها که به اصطلاح اون نوک قله، ما توی اپیدمیولوژی میگیم آیسبرگ یا کوه یخ. بله. و دیدین کوه یخ معمولا نوکش از آب بیرونه و قسمت عمدهش زیر آبه و پنهان از دید مردم. بیماری به این شکل، اون آماری که داریم میبینیم فقط نوک قله کوه یخ بیماریه. اکثر افرادی که عفونی هستن زیر اون خطی هن که ما مجلس انقباضی، دولت حزب اللهی و سرباز کردن جنگ گرگ‌ها در رأس ولایت بحران‌زده خامنه‌ای. محمد هاشمی، برادر هاشمی رفسنجانی: بعد از عزل آقای منتظری، آقای هاشمی خیلی ناراحت بود. امام به آقای هاشمی پیشنهاد داده بودند خبرگان شما را به عنوان قائم مقام معرفی کنند. نامه دهند. من نامه دهم، تایید می‌کنم. آقای هاشمی تقریبا یک هفته گریه میکرد و میگفت نمیخواهم. از امام خواهش میکرد چنین کاری نکنند. یعنی کرارن خواهش کرده بودند که چنین کاری نکنند. آقای هاشمی هم به رهبر وفادار بود و هم در کنار رهبر بود. این سالهای اخیر اختلاف نظر داشتند روی مسائل.
ایشان نظراتشان را هم میگفتند، ولی چقدرش را آقای خامنه ای میپذیرفت یا نمیپذیرفت ما نمیدانیم. بعد از عزل آقای منتظری، آقای هاشمی خیلی ناراحت بود. بعد امام به آقای هاشمی پیشنهاد داده بودن که شما خبرگان شما رو به عنوان قائم مقام معرفی بکنن، نامه بدن، من نامه میدن تایید میکنن. آقای هاشمی تقریبا یک هفته گریه میکرد و میگفت نه من نمیخوام. از امام خواهش میکرد که همچی کاری نکنن، یعنی کرارن خواهش کردن که همچی کاری نکنن. دلیلش هم مثلا حالا یکی از دلایلی که پرسیدیم ایشون، میگفتن خب اگر من همچی چیزی رو میپذیرفتن این گونه میشد که قضیه آقای منتظری رو من مثلا این کار رو کردم و خب ایشون نکرده بود، کسان دیگه بودن. بنابراین بله به آقای هاشمی پیشنهاد شده بود، منتها ایشون نپذیرفتن. حتی از طرف خود امام هم پیشنهاد شده بود. به نظر شما چرا آقای هاشمی نپذیرفت، حتی در زمان خبرگان برای رهبری رو نپذیرفت و سعی کرد که به عنوان مرد در سایه انقلاب بمونه؟ حالا بالاخره دیگه اینا مسائلی است که ایشون با خودش برده به گور، ما دیگه نمیدونیم که چرا نپذیرفت. البته نگاه جامعه به آقای هاشمی خیلی مثبت بود و الان هم هنوز سوالی که مردم از ما عموما انجام میدن همین راجع به همین مسئله است. منتها این دلیل به اصطلاح اصلی یا دلیل واقعی که آقای هاشمی نپذیرفت، من اطلاع ندارم که به چه دلیل نپذیرفت ایشون. به دلیل اینکه شاید ایشون تصور میکرد که حالا در کنار رهبر باشه بهتر از اینی که رهبر باشه، یعنی این نقش خودش رو بهتر بتونه ایفا بکنه. و سالیان طولانی هم ما دیدیم آقای هاشمی هم به رهبر وفادار بود و هم در کنار رهبر بود. خب این سالهای اخیر اختلاف نظر داشتن رو مسائل، حرفشون هم ایشون نظراتشون هم میگفتن، ولی حالا چقدرش آقای خامنه‌ای میپذیرفت یا نمیپذیرفت خب ما نمیدونیم. کریمی قدوسی عضو مجلس ارتجاع: از این دولت باید تعهد بگیرید که امسال دیگر امسال فتنه های بنزینی و امسال اینجور مسائل را به وجود نیاورد. در سال 96 پول ملی به شدت سقوط کرد. کمیسیون امنیت ملی دعوت کرد از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دوستان اگر مایل بودن نوار مستند تو کمیسیون امنیت هست، چرا پول ملی سقوط کرد، چرا خزانه خالی شد. اینا گزارش های کمیسیون امنیت ملی است. جناب آقای روحانی شخصا کتباً به رویت ما رسید، دستور داد به آقای سیف در ظرف 3 سال 36.1 میلیارد دلار ارز خزانه آمد تو بازار. در اختیار کی قرار گرفت؟ در اختیار 3 باند قاچاق ارز و کالا و مواد مخدر. به کجا رفت؟ به سلیمانیه عراق. سلیمانیه عراق رو کی مدیریت میکرد؟ امریکا، رژیم سعودی و 80 تن طلا. دومین اتفاق و نقطه عطف تاریک این دولت در اقتصاد فتنه بنزینی بود. در حالی که همه ساله مجلس تصمیم میکرد 15% تا 20% به حامل‌های انرژی قیمت را اضافه کن، نکردید. یک شب آقای روحانی از خواب بلند شد، دید قیمت بنزین شده 3500 تومان و اون فاجعه در سطح کشور
به وجود آمد. مجلس 11 همکاران، از این دولت باید تعهد بگیرید که امسال دیگر امسال فتنه های بنزینی و امسال اینجور مسائل رو به وجود نیاورد. گزارش آقای نوبخت خیلی خوب بود، ولی ما ندونستیم واقعا در مورد ایران بود، در مورد عراق بود، افغانستان بود، چون آنچه که ایشون میگه با آنچه که کف بازار و ارزاق عمومی و قدرت خرید مردم هست خیلی تفاوت داره. 490 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی سال 92 بود که این دولت تحویل گرفت. پایان خرداد امسال حجم نقدینگی به 2800 هزار میلیارد تومان میرسه جناب آقای نوبخت. با چه برنامه این نقدینگی رو افزایش دادید؟ آقای روحانی قهرمان بود، ولی قهرمانی در برانگیختن مردم که دور مستاق آن را سال 96 با اون تعداد کشته، سال 98 با اون تعداد کشته و سقوط ارزش پول ملی قهرمان می‌خواست. ایشون قهرمان میدان بود. سایت خبرفوری رژیم: زلزله در تهران تکرار شد، خطر را جدی بگیریم. بامداد چهارشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 2.5 ریشتر دماوند در استان تهران را لرزاند. این زمین لرزه در 9 کیلومتری دماوند، 13 کیلومتری رودهن و 16 کیلومتری بومهن به وقوع پیوست. سایت حکومتی خبرفوری روز 14 خرداد نوشت: زلزله در تهران دیروز و امروز تکرار شد، خطر را جدی بگیریم. استاندار رژیم آخوندی در تهران نیز روز سه‌شنبه اعلام خطر کرد و گفت در صورتی که تدابیر لازم برای مقابله با زلزله به موقع اندیشیده و اعمال نشود، این حادثه در صورت وقوع دامن همه را خواهد گرفت و پیر و جوان نخواهد شناخت. همچنین ساعت 12:46 ظهر چهارشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 5 ریشتر ایلام را لرزاند. این زمین لرزه در حوالی صالح‌آباد و در 11 کیلومتری عمق زمین به وقوع پیوست. هنوز گزارشی از خسارات این زمین لرزه منتشر نشده است. ایام عراق، شهر بابل، جنگ تن به تن جوانان شورشی با وحوش خامنه ای، زیر گرفتن جوانان با هاموی. جوانان شورشی عراق حمله وحوش خامنه‌ای به میدان اعتصاب‌ها در شهر بابل را سد کردند و آنها را مجبور به عقب نشینی کردند. سه‌شنبه شب نیروهای جنایتکار برای برچیدن چادرهای اعتصاب در بابل با شلیک گلوله جنگی و گاز اشک‌آور حمله کردند. با شنیدن خبر این حمله، مردم و جوانان شورشی به یاری قیام کنندگان شتافتند و با تشکیل زنجیره انسانی در مقابل حمله وحوش خامنه ای سینه سپر کردند. هی بویا اصوات طبه طبه شغب، هی هی اليوم تعلق اليوم اصوات وشغب.
بوش خامنه‌ای با همان شیوه حمله به مجاهدان اشرفی در ششم و هفتم مرداد 1388 با هانوی برای زیر گرفتن جوانان شورشی حمله کردند که با موافقت آنان بازو شد. جوانان شورشی در شهرک‌های اطراف بابل نیز با آتش زدن لاستیک و بستن جاده ها به یاری قیام کنندگان برخواستند. قیام کنندگان پس از بیرون راندن نیروهای سرکوبگر حکومتی پیروزی خود را جشن گرفتند. با سلام، اخبار از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ادامه می دهیم. زنان دلیر منطقه چکوه سردشت با ماموران یکان ویژه درگیر و مانع از سرقت اموالشان شدند. روز سه‌شنبه ماموران یکان ویژه به این منطقه حمله کردند و قصد غارت اسب‌های مردم را داشتند، اما با مقاومت شجاعانه زنان روبرو و مجبور به ترک محل شدند. آتش سوزی در جنگل‌های دالاهو در استان کرمانشاه خسارات زیادی بر جای گذاشته است. این آتش سوزی از بعد از ظهر سه‌شنبه شروع شده و به دلیل وزش باد همچنان در حال پیشروی است. رژیم آخوندی به بهانه صعب العبور بودن منطقه هیچ اقدامی برای خاموش کردن آتش نمی‌کند، در حالی که با به کارگیری هلیکوپتر و سایر تجهیزات به راحتی می‌توان آتش را مهار کرد. شامگاه سه‌شنبه 13 خرداد واگن‌های یک قطار مسافربری در اسلام شهر دچار آتش سوزی شدند. سه خط موازی از واگن‌ها در کنار هم که مجموعاً 18 واگن می‌شوند دچار حریق شدند. خبرگزاری حکومتی مهر نوشت با توجه به حجم و گسترش آتش، به درخواست فرماندار اسلام شهر یک دستگاه تانکر آب 5000 لیتری از طریق اداره کل راه آهن تهران به محل حادثه اعزام شد. علت حادثه اعلام نشده است، اما رسانه‌های حکومتی مدعی شدند واگن‌های آتش گرفته در ایستگاه آپرین اسقاطی بودند. پالایشگاه تهران تومه آتش سوزی شد. رئیس روابط عمومی پالایشگاه تهران مرگ یکی از کارکنان و مصدوم شدن یک نفر دیگر بر اثر این آتش سوزی را مورد تایید قرار داد. این منبع علت آتش سوزی در پالایشگاه تهران را نشت بنزین به بیرون اعلام کرد. به دنبال تشکیل مجلس انقباضی و سرباز کردن جنگ گرگ‌ها، علی مطهری در مصاحبه با رسانه‌های رژیم گفت امروز ولی فقیه در تمام جزئیات دخالت می‌کند، مثلا در استیضاح وزیر کشور که یکی از مقصران حوادث آبان است. لاریجانی به توصیه خامنه‌ای گفت این استیضاح به صلاح نیست. وی افزود در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای قاتلان فروهرها در دادگاه می‌گفتند ما از این کارها زیاد کرده ایم، نمی‌دانیم چرا به دادگاه آمده ایم. به ما می‌گفتند سوژه مشخص است و بروید کار فلانی را تمام کنید و ما می‌رفتیم. اگر واقعاً دنبال حکومت یا امارت اسلامی هستند علناً اعلام کنند و اتفاقاً قدرت یک دست شود تا تکلیف مشخص شود. دور بعد حتی رئیس جمهور هم مستقیم از طرف خامنه‌ای انتخاب شود. علی مطهری همچنین گفت راه شورایی بودن رهبری باید باز باشد. طبق قانون مجلس خبرگان باید بر بقای شرایط رهبری
مانند عدالت نظارت کند. اما می‌بینیم کار خاصی انجام نمی‌دهد و فقط به دولت تذکر می‌دهد. متأسفانه الان به این سمت می‌رویم که از ولایت فقیه بت بسازیم. اگر در 96 رئیسی انتخاب شده بود، اینقدر لجبازی نمی‌شد. هم با آمریکا مذاکره می‌شد، هم FATF تصویب می‌شد و کار را به دست خودشان دهید، مشکل را حل می‌کنند. اسمش را هم خواهند گذاشت مصلحت و چرخش عزت مدارانه. سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش رژیم که به خاطر حرفهایش راجب سگ دعوای سپاه و ارتش آخوندی تحت فشار سرکردگان رژیم است، در یک بیانیه ندامت آمیز نوشت: متاسفانه دشمنان عنود نظام با تقطیع و سوء استفاده این گفتگو را مغرضانه و مزورانه تفسیر، تحلیل و منتشر نمودند. اتحاد و انسجام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ویژه ارتش و سپاه بنیادین و ناگسستنی است. سیاری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رسمی رژیم که پس از ساعاتی از این خبرگزاری حذف شد گفته بود: یه جایی تو تلویزیون چندی پیش یه کسی رو آوردن، اسمش یادم رفته، شاید این بچه‌ها بدونن، نشوندن، گفتن که تا چند سال پیش که الان چند سال از جنگ گذشته؟ 30 سال گذشته دیگه. گفت تا چند سال پیش، یعنی 5-6 سال پیش، آمریکایی‌ها و نیروهای فرامنطقه‌ای توی خلیج فارس تو آب‌های داخلی ما هم می‌اومدن، تو آب‌های سرزمین ما هم می‌اومدن و کسی جلودارشون نبود. این مال چند ماه پیشه، فکر کنم 3-4 ماه پیشه. این حرفی که اینا تو تلویزیون زدن و پخش شد، یعنی همه ما به غیرتیم، یعنی همه ما احساس نداریم، یعنی همه ما مردیم، یعنی همه ما مرد رو نمیشناسیم، یعنی همه ما منافع ملی رو نمیدونیم. آخه بی وجدان که نشستی این حرف رو زدی، یک حساب نکردی که چقدر آدم ممکنه تو این قضیه درگیری باشه؟ به گزارش آسوشیتد پرس، یک دادگاه آمریکا رژیم آخوندی را به پرداخت غرامت به خاطر ترور شهروندان آمریکایی محکوم کرد. این خبرگزاری نوشت: رندولف موس، قاضی دادگاه واشنگتن، حکم کرد آمریکایی‌هایی که طی 7 رشته عملیات تروریستی توسط شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران باعث قتل یا مجروح شدن آنها شدند، می‌توانند از این رژیم غرامت دریافت کنند. این حکم روز یکشنبه در سایت دادگاه واشنگتن منتشر شد. وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتایان اروپایی، کانادایی و استرالیایی خود بر ضرورت مقابله مشترک با رفتار بی‌ثبات کننده رژیم آخوندی تاکید کرد. به گزارش سایت وزارت خارجه آمریکا، در این تماس‌ها طرفین درباره پاسخ به چالش‌های فوری جهانی از جمله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران در عراق و خاورمیانه تبادل نظر کردند. کارشناسان سازمان ملل از جمله مدیر کل سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در گزارشی به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل 3 بار استفاده رژیم اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه شهروندان را مورد تایید قرار دادند. کلیکراف، نماینده آمریکا در شورای امنیت، گفت از شورای امنیت می‌خواهیم که از رژیم اسد در این مورد حسابرسی کند. رژیم اسد باید تحریم شود و از تبادلاتی که به قساوت‌های وحشیانه او کمک می‌کند محروم شود. میدل ایست مانیتور نوشت شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران، خواه در ایران، سوریه یا لبنان، همان رفتاری را دارند که داعش داشت. از این رو جامعه بین‌المللی باید همان گونه که داعش را مورد حسابرسی قرار داد، آنها را هم مورد حسابرسی قرار بدهد. میدل ایست مانیتور افزود قرار بود اجساد کشته شدگان از گزند خصومت‌های سیاسی یا قومی دور بماند، اما این قانون به دست شبه نظامیان طرفدار رژیم ایران و سوریه نقض شده و آنها به هتک حرمت و تجاوز به مزار قربانیان نیز روی آوردند. آنها اقدام به نبش قبر شماری از رزمندگان و فرماندهان مخالف خود کرده و به اجساد و قبور آنها بی‌حرمتی می‌کنند. تلویزیون CBS در گزارش خود از تظاهرات آمریکا گفت
به رغم خشونت‌های روزهای اولیه، تظاهرات اخیر عمدتاً مسالمت‌آمیز بوده است. تلویزیون CNN گزارش داد، مأمور پلیسی که مرتکب قتل یک سیاه‌پوست شده بود، متهم به قتل درجه 3 شده است. اما خانواده مقتول و مردم آمریکا این را کافی نمی‌دانند. این گزارش می‌افزاید، تظاهرات در اعتراض به این قتل از مرزهای آمریکا عبور کرده و به اروپا و نقاط دیگر نیز کشیده شد. طی چند روز گذشته در همین رابطه تظاهراتی در انگلستان، آلمان، فرانسه، دانمارک، ایتالیا، برزیل و شمار دیگری از کشورهای جهان شامل استرالیا، زلاند نو، ایرلند، کانادا، لهستان و دیگر کشورها به وقوع پیوسته است. وزیر بهداشت آلبانی اعلام کرد ضروری است خودمان را برای موج دوم شیوع کرونا آماده کنیم. ما اقدام به تقویت ظرفیت مقابله با موج‌های جدیدی از شیوع کرونا کرده ایم. افتتاح بیمارستان 100 تخت خوابی جدید مخصوص کرونا و بالا بردن موجودی و ذخایر تجهیزات حفاظتی فردی در کشور در این راستا بوده است. Dhe disa pajisje të tjera të imazhërisë për të plotësuar komplet kuadrin, do t'i përgjigjet kryesisht rasteve të pacientëve që përfundojnë trajtimin e specializuar në një spital, në spitalin. تعداد مبتلایان کرونا در آلبانی روز سه‌شنبه سیر صعودی داشت. وزارت بهداشت آلبانی گفت در 24 ساعت گذشته 20 مورد ابتلای جدید شامل 4 تن از کارکنان پزشکی شناسایی و تعداد کل مبتلایان آلبانی به 1184 نفر رسید. نقاط تمرکز انتشار بیماری عمدتاً در شهرهای تیرانا، دورس و کوریاس. ادیراما نخست وزیر آلبانی اعلام کرد استراتژی دولت در مبارزه علیه کرونا موفقیت بزرگی برای کشور و سیستم بهداشتی آن محسوب می شود. Por është një e vërtet e të gjithë planetit, jo e Shqipërisë. Sot që flasim, jo sot në vitin 2020.